آقای دکتر میرانی، این تکه‌ای که میخوام براتون بخونم مربوط به دکتر صدیقیه که شما میدونم یادداشت‌های پس از مرگ، یعنی یادداشت‌هایش رو پس از مرگ دریافت کردید. اینا حتما خوندین خودتونم، ولی دلیل داره که اینو میگم. در یکی از روزهای بهار 57 دکتر صدیقی استاد جامعه شناسی در کلاس درس سرگرم تدریس بود. یکی از دانشجویان از راه از او میپرسد استاد، این روزها در کشور انقلابی آغاز شده، شما چرا مثل دکتر شریعتی از انقلاب سخن نمیگویید و فقط به جزوه های خودتان چسبیده اید؟ استاد که انتظار چنین رفتاری را نداشت، همچنان که گوش میداد آرایش دیگری گرفت و خطاب درس را رها کرد و گفت آقای مهدوی، پرسنده اسم پرسش کرد، آقای مهدوی می توانید بگویید آقای شریعتی و آن انقلابی که شما می گویید چه می گویند و چه می خواهند؟ آقای مهدوی گفت استاد، آنها همراه مردم و رهروان و رهبران روحانی به دنبال انقلاب هستند و آزادی و عدالت می خواهند. استاد گفت آقای مهدوی، از درون هیچ انقلابی آزادی و عدالت بیرون نیامده است. انقلاب ها شبیه جنگ های داخلی می مانند که اگر گروهی به گروهی دیگر پیروز شوند، آن گروه شکست خورده را سرکوب خواهند کرد و سپس هر کس که منتقد یا مخالفشان باشد، آنان را نیز سرکوب خواهند کرد تا از بین بروند، زیرا که همراه انقلاب نه عدالتی پدید می آید و نه امکان ظهور آزادی. و سپس با حالت پرسشی با آقای مهدوی نگاه کرد و گفت آقای مهدوی، می دانی اگر این آقایانی که شما از آنها نام می برید اگر به حکومت برسند چه خواهند کرد؟ من می گویم آنچه اعراب و مغل جدا جدا کردند، اینها یک جا خواهند کرد. نمیدونم این واقعیت داره یا نه. من این مورد خاصشو نمیدونم، ولی قطعا با فکر دکتر صدیقی میخونه و اصلا احتیاجی هم نیست که آدم حتی به 57 بره، 1357 بره. دکتر صدیقی درست بعد از 15 خرداد که در واقع تلاش اولیه برای برپا کردن یک نوع حکومت اسلامی بود، یعنی خیلی از اونها، خیلی از مورخین 15 خرداد رو تمرین برای انقلاب 57 میدونن، دکتر صدیقی در اون زمان اولا از کسانی بود که معتقد بود نباید از این جریان دفاع کرد. برخی از اختلافاتش در درون جبهه ملی و همین خاطر بود، ولی از اون مهمتر در اون زمان یک مقدمه نوشت بر ترجمه از یک کتاب ارسطو. میدونید دکتر صدیقی یک علاقه عظیمی به ارسطو داشت و به غایت دقیق ارسطو رو خونده بود و یه مقدمه بر یک کتابی به اسم سیاست در آتن نوشته که باستانی پاریزی ترجمهش کرده و دکتر صدیقی یه مقدمه نفعی بر این کتاب نوشته که اولا درخشانه از بابت فضلش، از بابت عمق دانشش نسبت به ارسطو، ولی اساس حرفش دقیقا همینه. ارسطو هم مخالف تغییرات رادیکال بود. ارسطو هم فکر میکرد که انقلاب ها به استبداد میانجامند. ارسطو هم فکر میکرد که رژیم های مستبد وقتی که سعی میکنند آزادی ایجاد بکنند، از دلشون یک انقلاب ویرانگرتر از خودمون استبداد در میاد. دقیقا همون کاری که در ایران شد. اون زمان تو اون مقدمه میگه ما بایستی راه اعتدال رو پیش بریم، ما بایستی تغییر تدریجی رو بپذیریم، همونطوری که ارسطو میگفت. و در 57 هم واقعا این از به گمان من از شخصیت هایی است که در تاریخ ایران به عنوان یکی از شخصیت های درخشان، یکی از اندیشمندان بسیار بسیار درخشان و پرشجاعت خواهد نامش باقی خواهد موند، برای اینکه
تمام اون 20 چند سال مخالفتی که با شاه داشت و برخلاف بعضی دیگر از رهبران جبهه ملی که به نوعی مصالحه هایی با رژیم شاه کرد، هیچ مصالحه‌ای هم نکرد، در همون دانشگاه مونده بود و در همونجا کارشو میکرد، حرفاش هم میزد، به قول خودش پاسپورت نگرفته بود برای اینکه معتقد بود که رژیم شاه رژیم کودتاست و نمیخواست پاسپورت بگیره. ولی وقتی دید مملکت در خطر هست، وقتی که به صراحت بارها گفته بود که اونچه که در راهه یک استبداد به مراتب خشنتر از اون چیزیست که داره از بین میره، همه این مخالفت‌هاشو واگذاشت و حاضر شد کابینه تشکیل بده و رفت پای ایجاد کابینه. و امروز به نظر من کاملا با یقین خیلی بیشتری از 3 سال پیش میشه گفت که انگلیس ها قطعا مخالف این کار بودن. هنوز واقعا نمیدونیم کی رأی شاه رو زد، چه نقشی مثلا ملکه داشت در اینکه بختیار رو شاه انتخاب بکنه، چه نقشی آمریکا داشت، چه نقشی انگلیس داشت، ولی قطعا به گمان من میشه گفت که انگلیس مخالف بود و به شاه میگه، پارسونز میگه که این آدم لامذهبی است، تو این فضا شما فکر میکنید میشه یه چنین کسی نخست وزیر بشه؟ آمریکایی‌ها به نظر میاد شاید با مشورت انگلیسا خیلی دل خوشی نداشتن، اونها هم فکر میکردن که بختیار شاید آلترناتیو بهتری است. ولی دوباره برخلاف اون چه شایع شده، خیلی ها شایع کردن که نمیتونست دولت تشکیل بده، برنامه نداشت، هر دو اینها من به ضرس قاطع میتونم بگم که درست نیست. برنامه دقیق نوشته بود، من بخش مهمی از این برنامه شو دیدم، در مذاکراتش با شاه مصر بود که شاه نباید از ایران بره، مصر بود که قانون مشروطه اجرا بشه، مصر بود که از به اصطلاح نفوذ روحانیون در سیاست بایستی جلوگیری بشه. و در چند جلسه ای که با شاه مذاکره میکنه، یادداشتهای بعضی از این مذاکرات هست، واقعا حرفاش رو خیلی به صراحت میزنه. و اگر امکان نجاتی برای رژیم شاه بود، به گمان من دکتر صدیقی بود. و میدونید موقعیتش هم جوری نبود که کسی حتی جرأت بکنه بهش حمله بکنه، یعنی آیت الله خمینی میدونیم که یک کلمه در مخالفتش وقتی که شایعه چیز شد نگفت. بعضی سران جبهه ملی به گمان من در تاریخ مؤاخذه خواهند شد، چون اونا رفتن سعی کردن رأیشو بزنن، اونها رفتن بهش گفتن که شما وجهه ملیتون رو از دست میدید. دکتر صدیقی گفته بود من وجاهتم رو جمع نکردم که با خودم به گور ببرم، من برای نجات مملکتم حاضرم همه وجاهتم رو با بگذارم. رهبر سیاسی یعنی این که وجاهتش رو، کدورت‌های شخصیش رو، باورهای شخصیش رو برای مصلحت مملکت وا میگذاره. و واقعا انسان درخشانی است، انسان درخشانی بود و به شرافت زیست و به عظمت نامش به گمان من در تاریخ خواهد بود. استاد شما بودن؟ متاسفانه استاد من نبود، من تو ایران تحصیل نکردم، ولی وقتی که من در دانشگاه بخت تدریس در دانشگاه داشتم، دکتر صدیقی برای همه ما نقش استادی داشت. واقعا بعضی از شاگردایی که شاگردای من بودن در کلاس‌های او می‌رفتن و من خیلی داستان‌های متعددی از هم از فضلش هم از جدیتش در کار تحصیل و تدریس امانتداریش، الان من از دانشجویانی که گاهی از ایران میان می‌شنوم که استادا مثلا از جلسه 3 ساعته 20 دقیقه میان درس میدن، نصف جلسات هم نمیان. دکتر صدیقی ممکن نبود یه جلسه رو کمتر از اونچه که هست لازم هست درس بده، هر جلسه حاضر میشد، با دقت و با یک تدارک عجیبی کلاس‌هاش رو درس میداد. مقدار زیادی دکتر صدیقی یادداشت تهیه کرده که من هنوز امیدوارم که یه روز این یادداشت‌ها یه جایی گذاشته بشه که مردم بتونن ازش استفاده بکنن. در اختیار شماست آقای دکتر.
نه متاسفانه یادداشت‌ها در ایرانه. من اگر در خارج بود حتما یک کاری ترتیبی میدادم که همه بتونن بهش دسترسی پیدا کنن، ولی متاسفانه یا خوشبختانه ولی در... مثل اینکه یه بخش هایی در اختیار شما هست، بخش هایی از یادداشتاشون رو برای من فرستاد. یکی از کسانی که بهش دسترسی داشت که از اعضای خانواده هم نبودن و که حالا نرن اینا برن خانواده رو در ایران اذیت کنن، کسی که بهش دسترسی داشت از سر لطف برای کتاب، برای کتاب شاه نوشت. من در اون کتاب نامداران ایرانم یه بخشی در مورد دکتر صدیقی نوشتم و واقعا یه مقاله هم در مورد دکتر صدیقی نوشتم تو همین کتاب بکنم سیاد سایه هاست. بله، در مورد دکتر صدیقی و مسئله تجدد که در واقع تا حد زیادی اساسش همون مقدمه کتاب ارسطوست و بعد رساله دکتراش که در سوربن نوشته. دکترای کتاب ارسطو رو کی ترجمه کرد فرمودین؟ باستانی پاریزی. مگه اون زبان چیز میدونه؟ زبان خارجی؟ نمیدونم از کدوم، الان درست یادم نیست، ولی تقریبا یقین دارم که مترجمش آقای پاریزی بود و مقدمش که مقدمش حتی مفصل تر از خود اون جزوه است، جزوهش جزوه کوتاهی است. اسم کتاب چی بود؟ سیاست؟ سیاست در آتن. در آتن. امیر کبیر هم یاد امیر کبیر که حالا البته ملاخور شده، ولی اون زمانی که آقای جعفری ادارش میکرد و شاید بهترین انتشارات خاورمیانه بود، این از جمله کتابای امیر کبیر بود. واقعا آدم الان فکر میکنه که چقدر امیر کبیر کار کرد، چقدر این جعفری واقعا مایه گذاشت و یک فرهنگ نشری با کمک دو سه نفر دیگه، صنعتی زاده و این جعفری و شارات آگاه، واقعا اینا چند نفری هستن، آقای حسین خانی، اینا چند نفری هستن که از جون و دل مایه گذاشتن که یک انتشارات معقولی در ایران را بیفته. و بعد شما ارقام تعداد کتابایی که در دوران امیرکبیر ترجمه میشد به فارسی، در دوران امیرکبیر، نقد آگاه، بقیه این چیزا ترجمه میشد و چاپ میشد و چاپ نفیس میشد، اصلا با تعداد کل کشور عربی قابل قیاس نیست، خیلی بیشتر. پس منم باید افتخار کنم چون یکی از کتابای ترجمه هم رو امیرکبیر چاپ کرده. هم شما باید افتخار کنید، هم امیرکبیر باید افتخار کنید که شما رو چاپ، کتاب شما رو چاپ کرد. پاییز پدرسالار. بله بله میدونم. آقای دکتر، من فکر میکنم که پسر ایشون هم، پسر آقای جعفری هم کارهای جالبی انجام میده. خیلی. او هم ناشر. حالا میدونید چون ناشر کتاب مرشد مارگریتا ایشون هستن دیگه. بله. ولی فقط یعنی اصلا تعداد کارهایی که چاپ کردن اینا، مثلا 30 سال پیش متوجه شد همین آقای جعفری جوان فرزند، خبردار شد که دکتر هروی یه سری یادداشت داره در مورد حافظ، ولی بیناییش رو از دست داده. خانم دکتر زهرا شادمان که من افتخار اینو دارم که پسر عمه ایشون هستم، اون دختر جلال شادمان بود، اون رو نشر نو ازش خواست، باش قرارداد بست، رفت چند سال نشست با هروی، یه 4 جلد تفسیر حافظ اینها چاپ کردن. میدید انتشارات آگاه، من مثلا آگاه رو مثال بزنم، واقعا یه کارهایی که کردن کارهای عظیمی بود. یه آقای هروی، آقای دکتر ببخشین وسط کلامتون، آقای هروی همونیست که بعدا خودکشی کرد؟ نه فکر نمی کنم، اون خیلی مسن بود و فکر می کنم به علل طبیعی فوت کرد. اون در ایران بودن. بله میدونم. بله. یکی از برادراشون هم در لس آنجلس بودن، چند سال پیش در واشنگتن فوت کردن. من متاسفانه از فرجام کارشون خبردار نیستم. ببینید مثلا میگم این ناشرین ایرانی که این کارهای عظیم فرهنگی رو کردن، مثلا انتشارات آگاه، انتشارات آگاه من مثلا 30 سال پیش
این رفتم یه تیکه های از این کتاب کولوکوفسکی، لچک کولوکوفسکی، به اسم جریان های عمده مارکسیزم ترجمه کردم که اونا چاپ بکنن. و آقای حسین خانی که اداره اون چارات رو به عهده داشت گفت این کتاب خیلی جالبیه، اینو همش رو ترجمه کنه. این کتاب سه جلد بود، سه جلد کتابه، و تقریبا به اذعان تمام منقدین جدیترین اکادمیکترین بررسی تاریخ مارکسیزم. آقای حسین خانی چیز کرد که تأکید کرد، حمایت کرد که این کار رو ما هر سه جلدش رو چاپ بکنیم. من وقتی به کولوکوفسکی نوشتم، نویسندش، که من میخوام این کتاب رو ترجمه کنم به فارسی، برای من نوشت که این کتاب به فرانسه هم کاملش ترجمه نشده، چطور شما میخواهید به فارسی درش بیارید؟ گفتم خب یه انتشاراتی در اینجا هست که میخواد این کار رو انجام بده. این انتشارات آگاه یکی از دو شریکشون همین چند ماه پیش هم فوت کرد که کتابخونه رو، کتاب فروشی رو اون اداره میکرد. این دو شریک هم بودن واقعا. اینا آگاه مثلا، خارزمی مثلا، امیر کبیر مثلا، هیدری واقعا خارزمی، هیدری یه تنه یک انتشارات درجه یکی رو راه انداخت بود. دکتر فولادوند آورد، پوپر اون وقت ترجمه کرده بودن با چه دقتی، و سنتی زاده در کتابای جیبی دیگه، و یارشاتر در اون بنگاه ترجمه انتشارات دربار، انتشارات وابسته به دربار. شما ببینید اونا رفتن چه کتابایی در آوردن، ببینید انتشارات وابسته به دربار امروز چه کتابایی در میاره. حداد عادل مقایسه کنید، حداد عادل با احسان یارشاتر، با صدیقی، اصلا ابعاد فاجعه همینه دیگه، هیچ چیزی بیشتر از این لازم نیست آدم بگه. شما حداد عادل رو مقایسه کنید با احسان یارشاتر، با سید فخرالدین شادمان، با غلام حسین صدیقی، با زوکالمرک فروغی، و به قول شکسپیر اون وقت میدونید چه سقوطی اینجاست، What a falling off is this. آقای دکتر میلانی ببخشید، جلد سوم این کتاب مارکسیسم در اومد؟ بله، جلد سومش انتشارات آگاه در نیاورد، ولی جلد سومش در اومد و تجدید چاپ شد. الان فکر کنم چاپ چهارم یا پنجم میشه. سه جلدش، و واقعا فکر میکنم فارسی یکی از شاید 4-5 زبان دنیاست که این کتابو ترجمه کرده. این کتاب خود کولوکوفسکی من با. و ببینید خب اینا اگر حسین خانی نبود ممکن نبود من بتونم یه چنین کتابی رو حتی اگرم ترجمه میکنم چاپ بکنم. اونا ریسک کردن، چاپش کردن. امیر کبیر کتابای بزرگی رو ترجمه میکرد، دارت المعارف مینوشت، دارت المعارف مختلف چیز میکرد. این اینو میفهمیدن که انتشارات یعنی چی. حالا ببینید امیر کبیر رو یه فکر کنم 3000 جلد کتاب اینا چیزشون بود دادن به حوزه. ببینید امیر کبیر در 25 سال اخیر چی چاپ کرده، چی شده، چه بلایی بر سرش اومده. الان امیر کبیر باید الان یکی از بزرگترین انتشارات آسیا باشه، و اون زمان بود. ببین الان چی شده.